شیعیان هزاره در افغانستان را می توان جزو مظلوم ترین قوم در این کشور دانست. ظلم ستم اعمال شده در برهه های زمانی مختلف علیه این شیعیان مظلوم آنان را به مهاجرت به کشورهای مختلف جهان واداشته است. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه به نقل از مقام‌های این کشور از اخراج اجباری 363 تن از پناهجویان افغان از ترکیه خبر داد و نوشت این شهروندان افغانستان به طور غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند. افغانستانی‌های بازداشت شده اکنون از شهر ادیرنه به استانبول منتقل شده و به زودی با یک پرواز به کابل پایتخت افغانستان فرستاده خواهند شد. در میان این شهروندان افغانستانی اخراج شده از ترکیه تعدادی هزاره شیعه نیز وجود دارد. بیشتر هزاره ها از نظر امنیتی و برای حفظ جانشان کشورشان را ترک می کنند. زمین های متعلق به شیعیان هزاره در بلخا و دایکندی از سوی کوچی ها مصادره و تصاحب می شود. این تنها یکی از کوچکترین جنایت های سنی های تندرو علیه شیعیان هزاره است که در بعد اقتصادی قرار می گیرد. اما حمله به مدارس و مراکز آموزشی مناطق شیعه نشین نیز از دیگر جنایت ها علیه هزاره هاست که در بعد اجتماعی و امنیتی قرار می گیرد. عدم داشتن امنیت و مورد تهدید قرار گرفتن خانواده های شیعی در این کشور از دیگر اقدامات انجام شده علیه هزاره ها به شمار می رود که باز هم در بعد امنیتی قرار می گیرد. در مقوله استخدام شغلی هم همواره شیعیان و هزاره ها مورد تبعیض قرار گرفته و در دوران حکومت سنی های تندروی طالبان این تبعیض چندین برابر شده است. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. اکنون لیاقت علی سایی، کارشناس مسائل اقتصادی و مشاور پیشین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در افغانستان با ما هستند تا در این باره با ایشون گفتگوی داشته باشیم. جناب سایی، سلام عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر بیننده های محترم شما. سلام علیکم. جناب سایی، چرا همزمان با حاکم شدن طالبان بر افغانستان تعداد زیادی از مردم این کشور یا شیعیان به کشورهای همسایه مهاجرت می کنند؟ ارشاد خدمت شما که مرتبط به مسئله مهاجرت شهروندان های افغانستان پس از تسلط طالبان بر افغانستان، من فکر می کنم که سه دلیل عمده میتونه وجود داشته باشه. یک دلیل، دلیل اقتصادی هست. دلیل اقتصادی به این مفهوم که پس از تسلط طالبان بر افغانستان قسمت زیادی از تصدی‌های فعال در افغانستان از فعالیت باز ماند و در نتیجه توقف فعالیت تصدی‌ها و فابریکه‌ها و شرکت‌ها کتله عظیم از نیروهای کاری در افغانستان بیکار شد و کار خود از دست داد. در کنار او یک عده زیاد از کارمندان ملکی بخش دولت هم که قبلا از طریق کار در بخش‌های دولتی امرار معاش می‌کرد، همزمان با تسلط طالبان کار خود از دست داد، چون طالبان به جای افراد مرتبط و نزدیک به خودشان در ادارات دولتی جابجا کرد که این هم باعث افزایش نرخ بیکاری در افغانستان شد. با توجه به شرایط خاص افغانستان، افرادی که در افغانستان در حالت بیکاری به سر می‌برد، اینا امید بر آینده افغانستان یا امید بر پیدا کردن کار بهتر نداشت. از همین رو بنابر دلیل اقتصادی اینا راهی دیار مهاجرت شد. این یک دلیل، دلیل اقتصادی. دلیل دومی که میتونه وجود داشته باشه مسئله امنیتی سیاسی هست در افغانستان. شما طور که آگاه هستین، اخیرا تعداد زیاد از کارمندان دولت، افسران پیشین و حتی سربازان از طرف طالبان دستگیر شد، شکنجه شد و حتی به قتل رسید. این مسئله باعث ایجاد یک رعب و وحشت عجیب در بین کارمندان قبلی و حتی کارمندان مؤسسات شد که از این مسئله هم در واقع خیلی از کارمندان ترسید و به خاطر نجات جان خود و خانوادهشان تن به مهاجرت به کشورهای همسایه داد که از نظر امنیتی سیاسی. اما مسئله دیگری که مشخصا در رابطه با شیعیان افغانستان قابل صدق است، اونو تصور خشن هست که مردم هزاره و شیعه افغانستان از رفتار دوره قبل طالبان در ذهن داشتن، چون طالبان در دوره قبل زمانی که بر افغانستان مسلط شد یک سری کشتارهای بسیار بسیع و هدفمند را در واقع علیه مردم شیعه در افغانستان اینا انجام داد که این بار هم مردم
بنابر ترسی که از دوره قبل داشتن، قبل از تسلط طالبا خیلی هاشان کشور را ترک کردن و خیلی هاشان هم زمانی که طالبا بر افغانستان مسلط شد، جهت حفظ جان خود و خانواده خود مجبور به ترک کشور و راهی دیار مهاجرت شدن. فکر میکنم این دلایل مهمترین دلایل بود که باعث افزایش مهاجرت افغانستان ها پس از تسلط طالبا بر افغانستان. آقای صاحب، وضعیت مهاجران افغانستانی در کشورهای همسایه چگونه است؟ والا متاسفانه گرچه قبلا هم مهاجران افغانستان در هر کشوری که بودن از وضعیت چندان مناسب برخوردار نبود، اما در این اواخر با افزایش تعداد کثیر از مهاجران در کشورهای مختلف، مخصوصا در سه کشور همسایه که بیشترین مهاجر افغانستان در خود جا دادن، یعنی کشور جمهوری اسلامی ایران، کشور ترکیه و کشور پاکستان، فعلا متاسفانه مهاجران افغانستان در این سه کشور از وضعیت اصلا مناسب برخوردار نیست. طوری که شما هم آگاه هستین، اخیراً جمهوری اسلامی ایران یک سری قوانین بسیار سختگیرانه را در رابطه با استخدام و استفاده از نیروی کاری افغانی بر کارفرماهای ایرانی وضع کرده که بنابر این قوانین کارفرمای ایرانی دستش بسته میشه و نمیتونه که با آسانی در واقع کارمند یا کارگر افغانی را استخدام بکنه، با توجه به میزان گرانی هم که در ایران وجود دارند. و از طرف دیگه هم در این اواخر بیگروگبندهای عجیب هم در دو کشور ایران و در واقع ترکیه علیه مهاجرین افغانستان در حال در واقع اتفاق افتادن هست که این مسئله هم باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مهاجرین شده. از یک طرف نیروی کاری نمیتونه که به شکل درست کار بکنه در این دو کشور، چون در واقع کارفرماها جرأت نمیتونه که از نیروی کاری افغانستانی استفاده بکنه. از طرف دیگه هم همین نیروی کاری اگر به صد زحمت بر خود کار دست پا میکنه، حتی در سر کار، در مسیر راه ها، داخل اتوبوس ها توسط مسئولین کشور جمهوری اسلامی ایران یا کشور ترکیه دستگیر میشه و دوباره به افغانستان اینا دپورت میشن، که اصلا وضعیت مناسب را در واقع نشان نمیده. و اکثر مهاجرینی که چه در کشور ایران هست، چه در کشور ترکیه و حتی پاکستان هست، شدیداً از وضعیت حاضرشان شکایت میکنند. آقای سایی، چرا در این اواخر روند اخراج مهاجران افغانستانی از کشورهای ایران و ترکیه افزایش یافته؟ بنده فکر میکنم که در کنار سایر دلایلی که میتونه وجود داشته باشه، سه دلیل عمده در واقع باعث افزایش در واقع یا باعث تسریع روند اخراج مهاجرین افغان از دو کشور مشخصا ایران و ترکیه شوند. دلیل اول دلیل سیاسی هست. خب حالا ما چی بپذیریم چی نپذیریم، فعلا طالبان در واقع خودشان را حاکمان بلا منازعه افغانستان قلمداد می‌کنند و کشورهای همسایه هم به نحو با این مسئله کنار آمدند. بنابراین این دو کشور همسایه افغانستان در تلاش است که جایگاه خودشان را در واقع در سیاست خارجی طالبان ثابت بکنه و اهمیت خودشان را بر این گروه در واقع ثابت بکنه که اگر مسئله ایران و مسئله ترکیه را در سیاست خارجیشان لحاظ نکنه، این دو کشور در واقع یک حربه فشار خیلی محکمی علیه طالبان داره که همون مسئله مهاجرین افغانی هست که در این کشورها به سر میبرن. فکر میکنم که این دلیل میتونه دلیل سیاسیش باشه. دلیل دوم دلیل اقتصادی هست. طور که شما آگاه هستید، فعلا این دو کشور همسایه یعنی کشور ترکیه و کشور ایران در واقع بالاترین میزان تورم را در تاریخ کشورشان داره تجربه میکنه. و خب همزمان با تورم پدیده دیگری که در کنارش ظاهر میشه بیکاری هست. خب از یک طرف بیکاری در خود کشورها وجود داره، از طرف دیگه در واقع با گسترش یا شیوع ویروس کرونا هم در خیلی از کشورها از جمله ایران و ترکیه خیلی از فعالیت‌ها و تصدی‌ها و کارخانه‌ها از فعالیت بازمان و خیلی از افراد شغل خود از دست داد که در واقع در کنار تورم این مسئله هم باعث افزایش بیکاری شد. حالا این دو کشور با اخراج نیروی کاری افغانی که در واقع در این کشورها داره کار و فعالیت میکنه، میخواه جاه را یا بست‌ها را یا وظایف را برای کارمندان بومی یا کارگران بومی و داخلی خود کشور در واقع خالی و مهیا بکنن تا که این میزان بیکاری بالا که در کشورها وجود داره یا میزان تورم بالایی که وجود داره به این شکل بتونه جبران بکنه. بله، زمانی که مهاجران افغانستانی های سایی زمانی که مهاجران افغانستانی و یا شیعیان دوباره به کشور برمیگردن، با چه سرنوشتی مواجه میشن؟ طوری که در نخستم خدمت شما ذکر کردم، یک از عمده‌ترین دلایل مهاجرت اقتصادی هست.
که در واقع یک از دلایل عمده مهاجرت افغانستانی ها هم همین مسئله هست. حالا زمانی که مردم افغانستان به صد زحمت یک مقدار توشه بر سفر خود فراهم میکنه، خیلی هایشان پول قرض میگیره، خیلی هایشان در واقع وسایل خانه خود میفروشن و راهی دیار مهاجرت میشن به صد زحمت و امید، اما زمانی که دوباره اینا به کشور برمیگرده، اینا در کشور و در جامعه برمیگرده که بالاتر از 90% مردمشان زیر خط فقر زندگی میکنه. بنابراین شخصی که دوباره از کشور همسایه بر افغانستان بازگردانده شده در واقع اگر قبلا فقیر بود حالا فقیرتر شده، حالا دیگه هیچ چیز رو نداره. قبلا اگر یک مقدار توشه داشت توسط او بتونه سفر بکنه به کشور همسایه، حالا همون رو هم نداره. یعنی که از نظر اقتصادی به شدت وضعیت افغانستان وخیم و وخیمتر میشه. همون مقوله معروف است که میگه کشور فقیر است چون فقیر است، یعنی حالا اگر فقیر بود بعدها فقیرتر و در نهایت فقیرترین میشه. این از مسئله اقتصادی. از بود امنیتی هم خدمات شما ذکر کردم که خیلی از شیعیان افغانستان از ترس جان و به خاطر حفاظت از جانشان در واقع کشور ترک کردن رفتن، و اینا از ترس کی رفتن؟ از ترس طالبان. اما این دو کشور محترم، کشور همسایه، در واقع دوباره این مهاجران در دامن طالبان میندازن و معلوم است که سرنوشت افراد در دامن طالبان چی خواهد شد و این سرنوشت سرنوشت تلخ که حتی میتونه که منجر به قتل و منجر به شهادت اینا شود. آقای سایه ازتون تشکر میکنم، ممنون که با ما همراه بودید. لیاقت علی سایه، کارشناس مسائل اقتصادی، از افغانستان با ما بودند.